به گزارش رویترز، فولکل تروک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه 18 آذر 1401 گفت که میخواهد با پکن در ارتباط با یافته های گزارشی که توسط سلف وی میشل باشله منتشر شده بود در تعامل باشد. این گزارش،, این گزارش, گفته بود که رفتار چین با اویغورها و سایر مسلمانان در منطقه سینکیان ممکن است جنایت علیه بشریت باشد. همکارم علی اکبری گزارش میدهد. دست و پنجه نرم کردن با سوابق حقوق بشر چین یکی از سخت ترین چالش ها در میان ده ها چالش حقوق بشری است که ولکر ترک کمیسر عالی جدید از زمان شروع کارش در ماه اکتبر با آن مواجه است. رویترز فاش کرده بود که پکن کمیسر سابق حقوق بشری سازمان ملل را تحت فشار قرار داد تا این گزارش را منتشر نکند اما او این کار را در دقایق پایانی دوره ریاست خود بر این نهاد انجام داد ترک در کنفرانس خبری ژنو در اولین اظهار نظر عمومی خود در مورد این موضوع از زمان تصدی مسئولیت گفت گزارشی که در سی یک اوت منتشر شد گزارش بسیار مهمی است و نگرانی های بسیار جدی در زمینه حقوق بشر را برجسته کرده است او گفت من شخصا به تعامل با مقامات چین ادامه خواهم داد بسیار مصمم به انجام این کار هستم امید بهار جاودانه است چین که اتهامات سینکیانگ را رد می کند قبلا اعلام کرده بود که پس از انتشار این گزارش درهای همکاری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل را میبندد. سازمان ملل، کشورهای عمدتا غربی و همچنین گروه های حقوق بشری چین را به زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور و شکنجه آنها متهم می کنند. آنها همچنین چین را به فشار بی امان بر ده میلیون جمعیت مسلمان در ترکستان از جمله تلاش برای کنترل جمعیت آنها متهم می کنند. علی اکبری اخبار شیعه